بقیه نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجری رفت پیش از نامه پیش مطبخی که بخیل از مطبخ شاه سخی دور از او و از همت او کین قدر از جری ام آبیتش اندر نظر گفت بهر مصلحت فرموده است نه برای بخل و نه تنگی دست گفت دهلیزیست والله این سخن پیش شه خواب کست همزر کهن مطبخی ده گونه حجت برفراشت او همه رد کرد از هرسی که داشت چون جری کم آمدش در وقت چاشت زد بسی تشنی او سودی نداشت گفت قاصد می کنید اینها شما گفت نه که بند فرمانیم ما این مگیر از فر این از اصل گیر بر کمان کم زن که از بازوز تیر مارمی تو ازرمی تو ابتلاست بر نبی کم نه گنه کام از خداست آب از سر تیره است ای خیر خشم پیشتر بنگر یکی بکشای چشم شد ز خشم و غم درون بقعی سوی شه بنوش خشم این رقعی اندران رقعه ثنای شاه گفت گوهر جود و سخای شاه سفت که ز بحر و ابر افسون کف تو در قضای حاجت حاجات جو زان که ابر آن چه دهد گریان دهد کف تو خندان پیاپی خان نهد ظاهر رقعه اگرچه مدح بود بوی خشم از مدح اثرها می نمود زان همه کار تو بی نور است و زشت که تو دوری دور از نور سرشت رونق کار خسان کاسد شود همچون میوهی تابزه زو فاسد شود رونق دنیا برآورد زو کساد زان که هست از عالم کون و فساد خوش نگردد از مدیحی سینه ها چون که در مداح باشد کینه ها ای دل از کین و کراهت پاک شو وانگهان الحمد خان چالاک شو بر زبان الحمد و اکراه درون از زبان تلبیس باشد یا فسون وانگهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن ناظرم